العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انت الصلاة المستقيم صلاة عزية انت على رسول الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى السماء لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك أهدت من أسعد صلواتك عليه ورواه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توبا وتمكن فيها طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. خداوند جمیع گذشته ها را بیامرزه، به خصوص پدر من خداوند روش شاد داشته باشه، همچنان جمیع اموات مؤمنین و مسلمین و خداوند را غریق رحمت خود قرار بدم. اون شعر شاعر است که خاک شود هر که در این خاک زیست، خاک چی داند که در این خاک هیست. پدر جان روی شاد باشه. همیش پدرم توصیه میکرد که بچه‌ام در فکر خانه آینده تان باشیم، در فکر خانه که برای عبد میرین. امروز خداوند روی شاد داشته باشه پدر، که همیشه میعرف وسایل روی تک کلام بود وقتی میگفتی که پدر میگفتی بچه هایم همیشه در فکر خانه آینده تون باشیم. این دنیا چهار روز در گذر است، یک چهار روزی که میاییم با این خوبی ها و با این نعمت هایی که دارم از دنیا استفاده کنیم، و بهتر است که ما بتونیم که در برای روز آخرت و خانه که برای عبد عبد کنیم ماندگار میشیم و فکر از او باشیم. امروز دوست عزیز میبینیم که در این شهر ما، در شهر غربت که قبلا اینجا شد، جمعیت مؤمنین که به خاک سپرده شدن بیشتر از 20 نفر 25 نفر نبودن. در این اواخر که با آمدن برادران مهاجر و خواهران مهاجر مزاد شدن، یعنی شاید که امی الان زیادتر از 100 نفر از مهاجرین که در اینجا آمدن، هر کدام آمدن به یک امید، به یک آرزی به اروپا. کسی به مرض گرفتار شد، کسی سکته قلبی کرد، کسی که سنش بالا بود، به هر شکل خداوند روی از این همشون شاد داشته باشن. و قد من خواستم که ابراز عرض تسلیت به تمام دوستان عزیز، چون در ایام فاطمیه قرار داریم، به فلیاز ما روزای یک شنبه را بعض مواقعی که وقت پیدا کردیم میاییم سر قبر پدر و مادر. و یکی از فرمایشات حضرت علی علیه السلام است که می فرماید که سه مکان آدم هیچ وقت فراموش نکنند: اول زندان است، دوم بیمارستان، و سوم خانه قبر است. که در همیش در ذهن و در فکر آدم باشن تا زمانی که انسان سلامت است، صحتمند است، جور است، سالم است، اجبار در فکر بیمارستان یا شفاخانه نمیشن. زمانی که انسان وقتی که در وارد شفاخانه شد، میبینه که از طفل گرفته تا پیرمرد و پیرزن و هر سن سال میبینه که به انواع و اقسام مختلف با امراض گرفتار هستن، در بیمارستان و شفاخانه هستن. و همچنان زمانی که یک خلاف را میکنه، یک اتفاق میفته که در زندان میره، اون زمان آدم قدر آزادی را میفهمه که آزادی چی نعمت خدایی است، که انسان آزاد است هر کاری که دلش بخواد. و همچنان تا زمانی که آدم زنده است، همیش به فکر این خانه باشه، که این خانه خانه ابدی است، این خانه است که ما برای امد و لابد برای قرن ها شاید نبانیم، برای میلیون ها سال اینجا شاید بانیم. اینه که خود خداوند وقت شده این کده که چه وقت روز یوم الاخرت است. ما بازم یک جان تشکر میکنم از دوستان عزیز، انشاءالله که خداوند پدران مادران اونایی که دار دنیا را ودا گفته، خداوند روی همشون شاد بداره. اونایی که بر قید حیات است، قدر پدر، قدر مادر، قدر برادر، قدر خواهر بداریم شد. خداوند اونایی که در قید حیات هستند جور و صحتمند و سالم داشته باشه. یک بار دیگر خواستم که خدمت شما به عرض برسانم که در ایام فاطمیه هستیم. خداوند روی امر با بی بی دو جهان مشهور و منصور بگردانه بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.